حیات نمیابند. چرا؟ چرا؟ این بازی طبیعت است، این ضربه های ناموزون سرنوشت است. مادری میمیرد و کودکی معصوم و بیپناه خود را در آغوش حوادث زندگی میاندازد. آنان که درد یتیمی را چشیدند، آنان رنج در بدری را تحمل کردند، آنان که در اوج خوشبختی و آزادگی زیستند و آنان که بدون مانع به خط پایان زندگی رسیدند، بر قهر طبیعت، بر ساش و بر سرنوشت غم‌انگیز این کودتیم خواهند گریست. عمه جون، پس چرا مامانمو نمیارنش؟ قصه نخور عمه جون، آخه باید خوبش کنن و بعد بیارنش. نمیشه منم برم تو کمکشون کنم؟ آخه میترسم مامانم قصه بخوره. تو رو به خدا بذارید منم برم تو. نه، تو نباید بری تو. من دلم میخواد برم تو ببینم مامانمو چجوری عملش میکنن. آخه من قصه میخورم. نه میجو، بچه رو که تو اتاق عمل را نمیدن. زندگی رو شروع کردیم ولی برای من زندگی تموم شده. من تو خودت دستگیو میدونی که عمر من تمومه. برام خیلی زحمت کشیدی، ازت ممنونم. میدونم، اما این دم آخر ازت یه خواهشی دادم. اما تو جوونی و باید بعد از من ازدواج کنی. به من قول بده که نذاری بچه من به هیچ سخت بگذره و تو سر خوار بکنی. این حرفا رو نزن، خودت میدونی که نادر عزیز زندگی منه. ازت متشکرم. حالا میتونم با خیال راحت. نه نه نسرین، نسرین تو هم داری منو گول میزنی. مامانم هیچ وقت به من دروغ نمیگه، خودش میگفت میخوام برم.
داره که دنیا زیر رو بشه نمیذارم بره. اینقدر اینجا وای میسم تا بیاد بیرون، جلوشو میگیرم. حالا میبینی من نمیذارم اون بره. من که بهش کاری نکردم، بهش قول میدم شیطونی نکنم. دادش چیه پسر؟ برای چی گریه میکنی؟ بابا تو چرا اومدی بیرون؟ یه وقت میبینی مامانم میذاره و میره ها. راست بابا، مامانم کجا میخواد بره؟ مامانت جایی نمیره پسر، میخواد بره اون دنیا. من که نمیذارم بره اون دنیا. اگه بخواد بره منم باش میرم. مگه این دنیا چشه؟ ما که کارش نگردی، چرا میره اون دنیا؟ بیبالیان که اومدن به ما کمک کنن. نه، من این فرشته های بیبال رو دوست ندارم. من فرشته های بالدار رو دوست دارم. نمیذارم مامانم رو ببرن. نمیذارم. منم باش میرم اون دنیا. منم میخوام باش برم اون دنیا. من نمیذارم ببرنش. من نمیخوام فرشته های بیبال اونو ببرن. من که تو اینا فرشته. آخه اگه فرشته پس چرا بال ندارم؟ قطره اشکی دیدم از چشم گدا افتاده است، گفتم الماسی گران بر زیر پا افتاده است. آن جون داداش نمیذارم سر سال بشه و تمام ثروت رو از دستش در میاره. لبم چو گل خندان دو دیده دریا، لب از برون خنده دل از درون گریه، زبرق چشمانم نشان غم پیدا. تو شاهدی غم پج مرده، دل من از آن گل که از جفا مرده. ز من چه میپرسی که از چه مینالم؟ همیشه میگرید دلی که افسرده. تو شاهدی ای غم، لبم چو گل خندان دو دیدم دریا، لب از برون خنده دل از درون گریه، به برق چشمانم نشان غم پیدا. تو شاهدی
بذار این عروس داماد یه دقیقه با هم دیگه تنها باشه. آه شکر جان، نادر عزیزترین موجود زندگی منه. تو باید اونو مثل فرید خودت دوست داشته باشی. علت این که من بیشتر مایل بودم با تو که خودت هم یه بچه داری ازدواج کنم این بود که برای نادر مادر خوبی باشی. مطمئن باش احمد جان، بچه من و تو نداره. معلومه که از نادر مثل بچه خودم نگهداری میکنم. فرید جان بیا پلو بابا جان، بیا قربون پسرم برم. بارکالله. ازت تشکر میکنم. منم قول میدم در حق فرید پدری کنم و ازش مثل نادر نگهداری کنم. بیا فرید جان، از امروز تو و نادر مثل دوتا برادری. نادر دلم میخواد خیلی هم دیگر رو دوست داشته باشی. تو از امروز پسر من. بیا خوشگلم، بیا نادر جان، بیا بغلم، بیا جلو ببوسم. باریکلا پسر گلم، که بدونی چقدر تو دوست دارم. بیا جلو، میگم بیا جلو، بیا جلو پسر خوبم. بیا میخوام ببوسمت، بیا بیا جلو، میگم بیا جلو. ور فریده، اگه یه دفعه دیگه از این غلطا بکنی میفرستمت به دست اون مادر گور به گور شده. فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدی؟ فهمیدی؟ آخه چرا به مادرم فوش میدی؟ خفه شو خاک بر سر پرو زبونتو میبارم. تا تو باشه که دیگه تا یه چیزی میشه فوری به بابا جونت نگی. اگه دفعه دیگه یه کلمه حرف زدن در بیاد میدونی چه بلایی به سرت میارم. فهمیدی چی گفتم؟ ها؟ فهمیدی؟ سرتر جش غلط کردم، دیگه حرف نمیزنم. به خود خواهد کردم دیگه هیچ حرف نمیزنم. آره تو بمیرم که من میشناسم چه آتش باره ای هستی بچه. روزگاری به سرش دیارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. دوارو گم شو، گورتو گم کن، برو جرس جگردن. الهی بری پیش مادرت بخوابی. برو باشو باشو دست نه.
اتفاقی افتاده؟ بزن خدا مرگم بده. فرید جون کی تو رو اینجوری کرده ها؟ خانم جیم بدینش من بزن تو خوش بدین بعد بیرم دکتر رو خبر میکنم بدین ببخش بدینش الهی زلیل بمیری پسر خدا مرگت شده که اینقدر باعث تن لحظه من میشه خدا فین نادرم کنه تو بمیری میدونم که بلایی به سرت بیارم تو چشمت از کاسب سر خانم جون به خدا به جون بابا تقصیر من نبود فرید آقای فرید خانم من ننداختم باشم آقای دکتر من پول ندارم یه نسخه واسم بنویسیم که قیمتش گرون تموم نشه تو رو به خدا یه نسخه ارزون بنویس چیز مهمی نیست خواهر جان بیا این رو سرد بگیر صاف رو خواهر این پولم داشته باشیم به اندازه قیمت دوام میشه خدا عمرتون بده دکتر امیدوارم خدا سایه شما رو از سر زن بچه‌تون کم نکنه انشالله صد در دنیا و هزار در آخرت خدا عوض شه بهتون بده چیز مهمی نیست خواهر خدا خدا حافظ شما خدا نفر بعدی سلام علیکم الو بله شما چشم آقای دکتر از منزل تلفن کردم خیلی فوریه ببخشید الو شوکت جون تایی چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر فوریه؟ نمیشه بگی چی شده؟ چی میخواستی بشه آقا؟ نادر جونت بچه نازنین منو کشت یعنی چی؟ آخه چطور همچی چیزی ممکنه؟ بسیار خوب، عصای میام بگید مریضا چند دقیقه صبر کنن، معلوم برمیگردم داغ تو به دل بابات میذارم با دست خودت گور خودتو کند میفرستم از لادست اون مادر گور به گور شدت بروجه دیوارو گم شد میکشم
آخه چرا راستشو نمیگی؟ بگو چه اتفاقی افتاده؟ نادرم چیزی شده؟ والا من نمیدونم آقا، میدونین؟ آخه نادر، نادر حیوانکی. چرا از اون میپرسی؟ من نمیتونم جونمو به این مفتیا به هدر بدم. با هزار امید آرزو به خونه تو اومدم، اما تو تنها کسی رو که به حساب نمیاری منم. از صبح تا نصف شب که سر مریضا هستی، تازه یه دقیقم که توفونه میاد بلوی پسرت میشمی و قربون صدقش میشی. آخه منم آدمم. نادر بچه هست از طرفی، البته برای اینکه خیال دکترم راحت باشه خود منم هر روز بهش سر میزنه. هر وقت که بخوای شما میتونی ببینیش. مطمئن باش دقت لازمی میکنی. نادر جان، اینجا از خونه خودمونم بهتره. دلم میخواد هرچی خانم مدیر بهت بگه گوش کنی. معلومه که گوش میکنه. بیا نادر جون، بریم سر کلاس سفارش تو بکنم. خب خانم، جون شما و جون نادر. امیدوارم هرچی از دستتون برمیاد درباره نادر کوتاهی نفرمایید. شما کاملا خیالتون راحت باشه. خدافظ شما. مرمت شما. مرمت شما. از شما فقط یه خواهش دارم، این عکس رو بگیرید، آدرس مدرسه‌شون که بهتون دادم. دلم میخواد به هر وسیله‌ای که شده شبونه برید اونجا و یه جوری سرپرستش کنید. آخه خانم جون، چای کرتا، این کار خیلی خطر داره. اما خب چون حاجی جیگرشو داره امر تو اطاعت میکنه. اما بهتون بگم خرجش خیلی زیاد میشه با. از لحاظ خرجش خیالت کاملا راحت باشه. بیا فلان این پولو داشته باش، ولی وقتی خبر مرگشو واسم آوردی هرچی بخوای بهت میدن. از این لازش خیالتون تخت تخت باشه. اگه علی ساربونه میدونه شطور کجا بخوابونه. اما خانم جون، وای به حالتون اگه زیر قالتون بزنین. راستی چی؟ راستی چی؟
راستی گفتین اسمش نادره؟ آره، نادر پسر دکتر احمد انسان دوست. من بهت قول میدم اگه خبر مرگشو واسم آوردی هر چی بخوای در اختیارت میذارم. خاطرتون جمع باشه، منو میگن محسن جنی، نه برگ چونده. همین فردا صبح که تمام روزنامه ها خبر مرگشو واسهتون بنویسن. اجلتا خداحافظ. خداحافظ. راستی شماره تلفن شما چنده؟ آه، بیا این کارت منو بگیر، شماره تلفنم هم روش نوشته. هر وقت با هم کاری داشتی بوری تلفن کن. قربون شما. خداحافظ. دختره و مادر دختره و پسره برگشتن و اومدن خونهشون. سالهای خوبی رو با خوبی و خوشی با هم زندگی کردن و بچه ها درسشون رو خوندن و بزرگ شدن و پسره و دخترم با هم عروسی کردن. به سه مزدر طلاقه به خونمت نرسیم. خب بچه ها، این قصه امشب ما بود. حالا بخوابید، عوضش فردا شب یه قصه بهتری براتون میگم. خب بچه ها، خانم اجازه هست؟ چرا مریم اتاقش رو از ما جدا کردی؟ مریم حالش خوب نیست، مریض شده. کی حالش خوب میشه؟ نمیدونم، شاید دو سه روز دیگه، شایدم بیشتر. چرا مریض شدی؟ دکتر نمیتونه باری خوبش کنه؟ بگیزه خواب جونم. خانم، آخه من خوابم نمیاد. انقدر دلم میخواد برم پیش مریم حالشو بپرسم. گفتم بگیر بخواب، حالا نمیشه. هر وقت حالش بهتر شد میاریمش پیش شماها. اگه نخوابی صبح شکایت تو رو پیش خانم میکنه. بخواب بابا، دلت خوشه. بخواب جونم، بخواب. باری کلا پسرم. با کی حرف میزدی؟ با بابام حرف میزدم. بابات کجاست؟ همه به هم میگن بابام رفته اون دنیا، مامان منم رفته اون دنیا.
مریم، خوش به حال تو که بابا رفت اون دنیا، اقلا مامان زنده دیگه. سم بابا نداری که هر روز تو رو اذیت کنه و کتکت بزنه، بعدش هم بیارن تو بندازن تو مدرسه شبانه روزی، چه فایده داره؟ منم تا وقتی بابام نرفته بود اون دنیا، مامانم همیشه پیشم بود. اما وقتی بابام دیگه رفت، یه روز مامانم اومد و گفت میخوام شوهر کنم، بعدشم منو آورد اینجا انداخت و رفت. قصه نخور. پس بازم الحمدلله که من بابام نرفته اون دنیا، اقلا خودش تو خونمون هست. عیبی نداره مریم جون، جفتمون بزرگ میشیم، من پدر زن بابامو در میارم. چی شده مریم جون؟ چی دلت میخواد؟ هر چی میخوای بگو، خودم برات میارم. راست میگی؟ هر چی بخوام برام میاری؟ آره، قسم میخورم که هر چی بخوای. بچه‌ام تو خواب دیدم نادر از یه بلندی سقوط کرده، دلم داره شور میزنه. بازم شروع کردی این حرفا؟ چیه؟ بچه‌ام سقوط کرد. نه روحم داره عذاب میکشه، حتما یه اتفاقی برای نادر افتاده، دیگه نمیتونم تحمل کنم. آخه دکتر خدا رو خوش نمیاد، این حرکت ها چیه؟ نصف شبیه هم خودتو ناراحت میکنی، هم منو. آخه مرد حسابی، فکر کن منم آدمم، منم روح دارم. بگی بخواب. نمیدونم، لعنت بر من، لعنت بر این زندگی، خیلی کار بدی کردم. کسی که تمام عمرشو وقت کارای خیر و کمک به مردم کرده، نباید اینطور اخبار بشه. شوکت، تو من اخبار کردی، گناه بدی رو مرتکب شدم، تو منو فریب دادی، روحم داره عذاب میکشه، دارم زجر میکشم. من نباید بچه عزیزم رو به مدرسه شبانه روزی میفرستادم. احمد جون ببین چقدر لیلی به لالاش میذاری، آخه طوری نشده جونم، نصف شبی که نمیشه رفت مدرسه. آخه اگه تمام پدران مثل تو فکر میکردن، دیگه یه بچه بدبخت تو این دنیا پیدا نمیشه. تو زن خوبی نیستی، خیلی بدجنسی، با زیرکی و حق بازی روح پاک منو به پلیدی آلوده کردی. من پدری نبودم که بتونم یک ساعت دوری بچه ما تحمل کنم، این تو بودی که باعث جدایی من و طفل معصومم شدی. نه دیگه نمیتونم طاقت بیارم، نمیتونم. کجا؟ شاکت، من میدونم که تو تمام فامیلت با ازدواج قبلی من مخالف بودی، میدونم که حالا دل خوشی از بچه من نداری، شما ها آرزوتون اینه که فقط مرگش رو ببینی.
من یه خورده از این انگورا میخوام. چقدر؟ 5 سی، 1 چارک، 5 من، 1 من. پس غلط کردی تو وقت خب حالا چه دیگه مرا باید کتاب ببینم کتاب تازه چی داریم بفرمید آقا این کتاب مخصوص شما پیدا کردم اشعار آقای عبدالحسین سپنتاست کتاب خیلی خوبیه خودش هم از هنرمندان قدیمیه صبح شب سارقی هم به مدرسه اومده که موفق نشدن دستگیرش کنن و به طوری که معلوم شده نادر تا ساعت 9 شب در اتاق خواب بچه ها بوده و هر اتفاقی که افتاده بعد از ساعت 9 شب بوده. خانم عزیز، آخه چرا باید بچه من گم بشه؟ با این وضع من مجبورم از دست شما شکایت کنم. آخه مسئول این جریان کیه؟ خیلی متاسفم، من نمیدونم به شما و به پدرانی مثل شما چی بگم. خدا شاهده اگه قدرت داشتم برای عبرت دیگرانم که شده بود 4 نفر از اون پدرانی که قدرت مالی دارن نه شبانه روزی میذارن میگرفتم و تو 4 تا میدون شهر به دارشون میزدم تا بقیه‌ام درس عبرت بگیرن و از خواب قفلت بیدار بشن. خانم عزیز، من دیشب از خواب قفلت بیدار شدم. فعلا تکلیف منو معلوم کنی، چی به سر بچه من اومده؟ به هم کمک کنی. آخه چی کارش کردی؟ آقای دکتر، ما بچه شما رو کاری نکردیم. انشالله که همین امروز و فردا پیداش میشه. اما اون روزی که شما از اینجا رفتی، 2 روز بعد زن پدر این بچه اومد اینجا و یه طوری بچه شما رو به ما معرفی کرد که همه خیال میکردیم نادر بدترین بچه هاست و همه اینا تقصیر خود شماست که بچه هایی به اندازه نادر به محبت پدر و مادر احتیاج دارن. آخه وقتی قرار بشه یه بلی شب پیش پدر و مادرش نباشه دیگه معنی بیشتر از این رنجم ندی. عذاب روحی خودم بسم، کمکم کنی. فعلا راه چاره پیدا کنیم که بتونم بچه مو پیدا کنم. آروم باشید آقای دکتر، صبر داشته باشید. البته این مسئله باعث تأسف مام هست. فعلا جسدی تا به دوایر انتظامی بدید و در سن بندم جریان رو به اطلاع کلانتری ها خواهم رسوند. کاملا جیب من زده. همین. بله. همین. بله. شما خواهد.
خاطرتون جمع باشه. اطمینان داشته باشین که کیف پول و مدارکتون پیدا میشه. خاطر جمع باشین. خیلی متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم. چه می‌دونم. بیا جلو ببینم. بیا جلو. بگو ببینم. پسر کی هستی؟ اسمت چیه؟ بهت گفتم اسمت چیه و پسر کی هستی؟ حرف بزن. نترس بابا جون، کاریت ندارم، دلم میخواد هرچی ازت بپرسم راستشو بگی. حسن چند وقتی که جیب بری میکنی؟ با کدوم دست از دزده کار میکنی؟ با کدوم دسته؟ آره بابا جون، حرف بزن، نترس، حرف بزن، اگه راستشو بیادت میکنم. آقای رئیس، آخه من چی به این آقا رو نزدم؟ با جون، اگه راستشو نگی میفرستم زندون. میدونی؟ زندون جای بدیه، جای آدمای حسابی نیست. بگو ببینم، شبا پیش کی میخوابی؟ من شبا تنها میخوابم، خونه هم ندارم. آقای رئیس، غلط کردم، به خدا من جیب‌بر نیستم. جان سرخان، اون بچه جیب‌بر نیست، جیب‌بر اصلی اینه. این کیف هم تو دستش بود، یک کتاب فروش بده. شما اینجوری کنه خانم می من از این پیش آمد خیلی متاسفم. اجازه بدین این آقا پسر خواهش میکنم. حسن گاهی از این اتفاقا میفته، اشتباه شده، برو برو دنبال کار خودت. آقای پاسبانی بچه میتونه بره. خب آقای صادق خان، الحمدلله که کیفتون پیدا شد. بفرمایید. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. بچه، بیا جلو ببینم. تو هنوز آدم نشدی؟ چند دفعه تو رو بردم گذاشتم پیش این اون تا شاید آدم بشی. دیدین آقای صادق خان، اینجور بچه هایی که جیب باری میکنن، نه اون طفل معصوم. بله، درسته. درسته جناب سرور، همینطوره. خیلی متشکرم. با اجازه. به سلامت. خدا حافظ.
بازم ازت معذرت میخوام. گفتی پدر مادر نداری یا شبا تو خیابون میخوابی. اصلا جون دلت میخواد بیای خونه ما، مثل دوتا چشام ازت نگهداری میکنم، باور کن. چرا دلم نمیخواد بیام خونه شما؟ اما چی؟ یه شب دست خان برام میخری؟ آره بذارم. خوب بازی کردم. اگه نقشمون بگیر و یه جوری بتونیم بچه رو از میون ورش داریم، اون وقتی که تمام ارثش مال خودمونه. نه از اون لحاظش خیالتون کاملا راحت باشه. آها پس شما موضوع رو به دادشتون هم بگینا. تو زن پستی هستی، تو خونه منو خراب کردی، جگر گوشه منو از بین بردی. آه احمد جون چی شده؟ خدا رو خوش میاد که تو شکر جونتون ناراحت کنی. آخه فکر نمی کنی که من حاملم ممکنه یه خود بی احتیاطی باعث بشه که بچه‌مو بندازن به جهنم؟ احمد، احمد جون، زنایی مثل تو آبروی زنای دیگر رو میبرن. نه تو مادر بدی هایی، تو منو به جنایت وادار کردی. احمد فردا جامعه منو قاتل میدونه. خواهش میکنم. اما نمیدونه که این جنایت با تینت پست تو ولی با دستای من انجام شده. احمد زنایی مثل تو رو باید گیساشون رو به دم اسب ببندن و توی شهرها بگردونن تا زنهای دیگه هم عبرت بگیرن. تو حق نداری اینطور به من توهین کنی دکتر. باید بدونی که من یه زن حاملم، پدر بچه من. چرا اینطور به من توهین کنی؟ نه منو به همه شیطون و آتش افروز معرفی کردی. نه خیال خودت منو خر کردی. اما اینو بدونه که یک مو از سر بچه من کم بشه روزگاری به سرت میارم که زندگی همیشه برای تلخ و ناگوار باشه. دکتر جون میگم تو حق نداری به من توهین بکنی. باور کن تو این جریان من هیچ گناهی ندارم. یعنی میخوای بگی من نصف شبی رستم بچه تو از مدرسه شبانه روزی فرار دادم؟ بگو احمد جون تو واقعا این فکر رو درباره من میکنی؟ من زیر بار این حرفا نمیرم. دیگه بیدار شدم. خودت من بی‌تقصیرم. باور کن تو این کار من دست ندارم. به جون فریدم من نمیدونم بچه تو کجا رفته. بخور چیرم. آره آره هوا خود بزن. میبینی من این جون؟ اینو بهش میگن شام. بازم بگو خدا نیست، بازم بگو قسمت نیست. میبینی قسمت چیه؟ ما باید بچه دار نشیم و بالاخره چندین دفعه تصمیم بگیریم بریم از یتیم خونه بچه رو برداریم بیاریم و جای فرزندمون بزرگش کنیم. اما همش امروز و فردا بشه تا این که یه نفر دیگه جیب منو بزنه و این شازده پسر کاکل در این قسمت ما بشه. اینو بهش میگن کارایی که خدا میخواد. ازت ممنون، بالاخره آرزوی منو برآورده کردی. ای خدا چطور شکرتو به جا بیارم؟ چرا اینقدر ساکتی جونم؟ حرف بزن. من اینجور میگم مدت هاست که همه فامیل آرزو دارن که منو تو بمیریم. یه کاری بکنیم، یه جشن مفصلی بگیریم و یه اسم قشنگم رو این پسر. موافقم، خوب فکری کردی. بعدشم به همه میگیم که وارث خودمون رو انتخاب کردی. آره آره درست میگی، درست. من خودم ترتیب تمام کارا رو میدم. حسن چی دلت میخواد تو وسط بخری؟ چی که بگی برات میخرم. تو از امروز پسر منی عزیزم، پسر من. آره جونم منم مامانتم، هر چی دلت بخواد واسه میخری. خوب پسرم جونم. نادر اینقدر دلم بخواد یه خود انگور بخورم. فقط دلت انگور میخواد؟ آره نادر، اگه یه خود انگور بخورم دلم خنک میشه. بازم که خجالت درشی. بگو چی میخوای تا خودم برات بخرم. بگو جونم، بگو چی میخوای. Ha ha ha.
الهی قربونت برم، چه چیزی که رو قیمتی میخوای. از امروز به بعد جون بخوا، انگور که چیزی نیست. ببین حسن جون، اسباب بازی واسط میخرم، دوچرخه واسط میخرم، لباسای خوب خوب واسط میخرم، هرچی بخوای برات میخرم. خانم جون به خدا من تقصیری ندارم. قربون خدا برم با این بنده هاش، لابد فهمیده که تو دنبالشی. خودشو به زنگدهی رسونده و بالاخره با یه حقه سر و وضعشو عوض کرده. قربون بالاتون برم، یعنی میخواییم بگین اون پسر بچه ای رو که من دیدم همون نادر شماست؟ آره جونم، گولت زده. اون آتیش گرفته رو من میشناسم، هزار تا مثل من و تو رو درس میده. بهترین موقعیت از دست دادی. آخه شما که نبودی. دیشب من رفتم اونجا، اما هرچی گشتم پیداش نکردم. یهویی دیدم مثل باز کوهی رفته رو دیوار. تا دنبالش کردم از اون ور دیوار پرید پایین و دفراد. منم جنگی پریدم روی دیوار که یهو پام لیز خورد و افتادم پایین و سر صدا بلند شد و همه بیدار شدن. میدونم اینا همه رو خودم خبر دادم، اما کسی که تو رو ندید ها؟ نه الحمدلله که به خیر گذشت. تا رفتم بفهمم من کیم، پریدم تو کوچه و یه پا داشتم دو تا پام قرض کردم و دفرار که یه هوی با اون شکل و قیافه دیدم با یه زن کور داره میره. باور کنی نزدیک بود چاخ در بیارم. اون آتش گرفته رو من میشناسم، اما با اون عکسی که بهت دادم باید پیش از این که پدرش پیداش بکنه دیرش بیاری و سر به نیستش بکنی. دست شما درد نکنه خانم جون، من که تو این کار شب و روز دارم جون میکنم. من این چیزو نمیشه محسن. شاید شما خیال میکنید که من سرمو گشتم رو بالش تخت واسه خودم خوابیدم. آخه قولی گفتن، قراری گفتن، حاجیت قولشو داده، سر قولشم وای میسته. اون هرچی مرد به تو بگم، من که هرچی میگم شما باور نمیکنید. باور کنی خانم، من دیشب تا حالا تموم این شهر رو زیر و رو کردم. آخه چطوری میتونم گیرش بیارم؟ اصل کار پیدا کردنشه، ولی سربنیز کردن یه بچه که زور و قوه نمیخواد. من این چیزا رو نمیدونم. اگه دلت میخواد پولدار بشی و وضع زندگیت عوض بشه، باید این نیم وجدی رو گیرش بیاری و سرش رو زیر آب بکنی. شما خیال میکنی من دنبال این کار نیستم؟ باور کنین انقدر ناراحتی کشیدم که اگه پیداش کنم سرش رو واسهتون میارم. اگه تو پیش از اینکه پدرش پیداش کنه گیرش بیاری و از بین ببریش، اون وقت محسن جون منم میدونم چجوری زحمت های تو رو جبران کنم. حالا فعلا بریم، دلم شور میزنه جون. فرار کردی؟ از که ایت حالا فالگیر و طالبی شدی؟ آقا جون، عوضی گرفتی، من نادر نیستم، مرسم نمیتونم، خیلی وقت هم از که فال میگیرم و طالبی بینم. آی فال عوض شیرازی و یک کرون معلوم میشه.
خیلی اوکی. بازی بازی با ریش بابام بازی. این عکس تو نگاه کن. عکس تو نی. چرا با؟ عکسش عکس خود منه. اما لباساش مال من نیست. من اصلا به عمرم لباسای این قشنگی نپوشیدم. دیگه برو بابا خودت پدرت بیا مرزه. داری به ما کلک میکنی. تو اسمت نادر نیست؟ آره جون خود تو گفتی و ما هم باور کردی. تو نادر نیستی و جون تو فرار کردی. از که ایت حالا بارگیر طالبین شدی؟ آقا جون، عوضی گرفتی. من نادر نیستم. مرسم نمیتونم. خیلی وقتم از که فال میگیرم و ساله میبینم. آی فال عوضی گیرازی با یک کرون. معلوم میشه خیلی اوکی. بازی بازی با ریش بابام بازی. این عکس تو نگاه کن. عکس تو نی. چرا با؟ عکسش عکس خود منه. من اصلا به عمرم لباسای این قشنگی نپوشیدم. دیگه برو بابا خودت پدرت بیا مرزه. داری به ما کلک میکنی. تو اسمت نادر نیست؟ آره جون خود تو گفتی و ما هم باور کردی. تو نادر نیستی و جون تو از مرزه شبان روزی هم فرار نکردی. بس که اسم من نادره. ام مرزه شبان روزی هم فرار کرده. فال میگیری یا نه؟ ما بودم از کار کاسمون برسیم. آی فال بین فال سالبین. تاجیت هم همینو میگه. به ما چی که تو نادری یا کرسی؟ به ما چی که تو عمرت شبان روزی فرار کردی یا نه؟ میگم جاکرت یه کار خیلی خوبی با ست بیده کرده. حیفه که تو بچه به این خوبی این حیوان عذابش بدی عمر خودت با فالگیری تلف کنی. آهاک کور کندی حسینم. آقا جد اونی که تو دنبالش میگردی من نیستم. تو با این هنکاله تو بادی میخوای سر من کلا بذاری. برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. بچه جون، آخر شیطون بی پایی، بی خودی پا به اقبال خودت نزن. من دیدم تو بچه خوب و مامانی هستی، دلم واسه سوخت. به جون آبجیم، اگه بیای بری، یه کار خیلی خوبی واسه پیدا کردم. روزی کلی بهت موز میدم، هر روزم موز تو اضافه میکنم. مرگ میخوا باره گیلو؟ اوه، این اشکاله میبینی؟ چند تا مستا رو لحظ میده؟ میخوای من بدازی یا ببری یا بعضیشم بله؟ بخور تا بگم واسه بیا. بابا واسه بچه‌ها تمرین برسه. بچه‌ها تو خنگی. بریم یه کار خوبی واسه پیدا کردن. انگام خواستی بچه‌ها برای رو بزنن. اصلاً چطوری پای این من بعد تو رو نمی‌خوام. بریم حسابی رو برات کنم. آخه چرا از کارو باور نمی‌کنی؟ با تو هم نگاه کن.
اجازه بفرمایید. بعد از فرض معذرت، علت این که مزاحم اقوام عزیزم شدم این بود که همه میدونین مرگ همیشه در چند قدمی انسان است. یک وقت میبینی آدم شب سرشو گذاشت زمین و صبح بلند نشد، مخصوصا برای ماها که عمر خودمونو کردیم. مطلب دیگه ای که میخواستم به عرض شما برسونم اینه که دنیا رو به ترقی، بشر به حد اعلای رشد فکری خودش رسیده. دیگه اون دورها گذشت آقایم. زمانی بود که آدم ها از گرسنگی گوشه خرابه ها میمردن و سگای ولگردم گوشتشون رو میخوردن و تونتابای همومم استخونای اونا رو میبردن تو تون هموم و به جای هیزم میسوزن. خیلی معذرت میخوام اگه حقایقی رو به عرض شما میرسونم. من اسم میکنم که آفتاب عمرم به لب بوم رسیده. چه میشه کرد؟ این شوریه که در خونه همه میخوام. بنابراین چون میبینم که در بین تمام اقوام عزیزم کسی که واقعا مستحق بردن ارث من باشه وجود نداره، لذا تصمیم گرفتم که نصفی از دارایی خودم رو به مؤسسات خیریه واگذار کنم و نصف دیگه یا اون رو به این کودک یتیم و بیپناه که به جز خداوند کسی رو نداره ببخشم.
بخورم. دلم خونه. مریم، مریم، پاشو، مازاد انگور آوردن. نازی، نازی، سبان اگه گیرت بیارم تیکه بزرگت گوشته بعد وقت نفره فهمیدی؟ وای به کارت خانم چاکرت محسن جنی آخرش پیداش کردم اما هر کاری کردم ببرمش یه جای خلوتی و سر به نیستش کنم نتونستم حالا با اون زنکوره رفتن توی خونه مواظب باش این دفعه دیگه از چنگ در نره ها دلم میخواد همین امشب کلکشو بکنی آه نه نه از لحاظ من خاطرت کاملا جمع باشه جون فریدم پای قولم وایستادن خب از تو هم همین انتظار رو داشتم به شرفم قول زن بچس تو شرفم داری؟ تو سعادت من و تنها فرزندم رو به هم زدی احمد حالا از شرف و قولم حرف میزنی؟
چی شده؟ تو مستوجب سوختنی. تو باید به آتش جهنم بسوز. چرا؟ تو زن پست فطرتی هستی. احمد جون، تو راست میگی. تقصیر منه که دارم همه جا رو میگردم که بچه تو رو پیدا کنم. حق به جانب توه، من گناهکارم. اما آخه تو نمیخوای به منم رحم کنی؟ مگه تو به طفل معصوم من رحم کردی؟ بچه من از دستم گرفتی، سعادت من رو به هم پاشیدی، زندگی رو به من حرام کردی. احمد، هرچی میخوای بگی بگو، بزن، بکش، خفن کن، اما اینو بدون که من از تو حاملم، هم از تو حاملم، هم تو رو دوست دارم. دیگه نمیخوام زنده بمونم. منو بکش، بچه مطلی. نه، من اینجوری نمیکشم. تو باید زنده بمونی و انتقام پس اگه بکشمت راحت میشی. زن بیا برو، روی تمام زنای دنیا رو سیاه کردی، روزگار من رو تباه کردی، این خونه و زندگی رو برای من تبدیل به جهنم. دست من رو به بدترین جنایت آلوده کردی، از همه بدتر طفل معصوم منو در به در آواره کردی. نادر عزیزم از من گرفت. اون دنیا بهش داره، جهنم داره، برای کدوم میخوای بنویسی؟ اوهوش، خیال میکنی مادرم و مریم آدمای بدی بودن که برن جهنم؟ بنویس اون دنیا بهش. مگه داری بر بر نگاه میکنی؟ چشم آقا پسر، تو راست میگی، هر چی دلت میخواد بگو تا واسه بنویس. بنویس اون دنیا بهش. مامان قشنگم سلام، دعا کنه حالت خوب باشه مامان جون. خیلی ازت گله دارم. آخه کدوم مامانیه که بچهشو بندازه و بره اون دنیا؟ من که به تو بد نکردم، قولم داده بودم که دیگه شیطونیم نکنم. آقا پسر یواشتر بگو که منم بتونم بنویسم. آخه من عجله دارم، دلم میخواد این کاغذ زودتر به دست مامانم برسه. چشم، بگو تا بنویسم. مامان جون تو رفتی اما هیچ یاد من نکردی، یه کاغذم واسم نوشتی. اما اگه بدونی بعد تو بابام زن گرفت، زن بابام خیلی منو اذیت کرد تا منو گذاشتن تو مدرسه شبانه. تو رو خدا اونو پیش خودت نگرش. آخه اونا از مامانش خیلی گله دار، منم از بابام خیلی گله دارم. بیا منم ببر، من همیشه منتظرتم، خیلی حرف دارم اما چون وقت ندارم نامه رو نمیتونم واسه بنویسم. از این آقا هم که کاغذ مینویسه خجالت میکشم. ماما منتظرتم، بنویس نادر تو. کوچولو، اگه احتیاج نداشتم، اگه زن و بچه‌م کشته نبودن، حتی از پول نمیگرفتم، کاغذ تو واسه از میذاشت. اما چی کار کنم که زور میرن زن و بچه‌م چشمشون به دست من نده که مجبورم این پول ازت بگیر. آقا جون بیا اینو بگیر، بگو خدا برکت بده. اوناش صندوق پست اونجا. خدا حافظ پسر جان. بیا بیا آقا، بیاین این کاغذ واسه من بندازین این تو. تو هر دقیقه یه شکلی عوض میکنی. آقا جون خدا یه عقلی بهت بده، عوضی گرفتی، بو قلمونم خودتی. نیم وجبی، تو چند روز منو دیوونه کردی، تموم این شهر رو زیر رو کردم، هر وقتم گیرت میارم یه فرمی عوض کردی. اجالتا این نامه رو برای من بنداز تو پست تا بهت بگم. ببینم اگه نامه تو بندازم تو پست، هرچی بگم گوش میکنی؟
بنداز تا بهت بگم. جاکره دوستا بیا. اینم نامه. حالا میبریم تا بهت بگم. نفهمیدم کجا بریم. حسن 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 اونجا رفتی چی کار پسرم؟ آقا جون من از بچه مردم چی میخوای؟ هیچ اومدی اینجا چی کار پسرم؟ آخه من که بلد نیستم نماز بخونم، اومدم یه نامه برای اون دنیا نوشتم. آفرین پسرم آفرین. خیلی خوب بیا بریم بیا بریم عزیزم. شغل خود در اومد داره بس شو خواهد قیافت تو با آدم کشا میره. من از این چیشه چیز خیلی میترسم. بله میکن با بریم. اینقدر تو جنسه چیش خورده داره؟ این چه شوخیه میکنی؟ اگه چسا شده؟ آقای نادر خان بیا اینجا بیرون بیا. این عکس رو میشنسی؟ آخا این عکس رو روز جشن تولدم بابام ازم گرفته. تو
که پدر به این خوبی داشتی چرا به من دروغ گفتی؟ معلوم میشه که تو بچه دروغگویی هستی. به خدا من بچه دروغگویی نیستم. اگه شما گیر اون زن بابای بیرحمی افتادین از من بیشتر دروغ میگفتین. تو با این کار تمام نقشه‌های منو به هم زدی، اسباب زحمتم شدی. آخه فکر نمی کنی بابای بیچارت الان چقدر ناره؟ بیا بیا بریم عزیزم. الهی مادر به قربونت برسه. آخه این کارا چه میکنی؟ تو چرا از مدرسه شبانه روزی فرار کردی؟ خانم جون تو هم عوضی گرفتی؟ خدا یه عقلی بس بده، مادر کدوم خریه؟ اصلا شما داریم زوریه. آقای سر بود این آقا میخواست منو بکشه. چی؟ این خانمم حتماً هم دستشه. ای وای خدا مرگم بده. جعفر تو رو به خدا میبینی چه دور و زمونی شده؟ بچه بیرون نه نه تو چه من روح میگه بسم بیان تو مدار باش تلفن کنم. جناب سروان دیدین گفتم این شازده پسر همه این حرفا رو دروغ میگه؟ فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. کسی که به مادر خودش دروغ میگه عرض کنه. خب بچه هستیه خواهش میکنم بذاریم به کارمون برسیم. با نمیتونم کارش ماشم اینجا خونه هست قربونه که لایی برم. کجا بود جناب؟ خیلی برای زنی شده بود. ما گاه رو زن بودم خونه چرا ما آره دو قرم. نه باشه میزنی. جناب سروان از لطف شما خیلی ممنون. امیدوارم من بتونم جبران کنم. حالا ممکن ازتون خواهش کنم که بفرمایید یه چای میل کنین تا رفع خستگیتون بشه. مرسی خانم، از لطف شما تشکر میکنم. ولی اونطوری که معلوم بود این بچه با این آقا جور دیگه ای با هم حرف میزدن. تازه میبینم آقایون اینجا چی کار دارن؟ نکنه بازم نقشه‌ای در کاره. این بچه کیه؟ اولا دست بچه خودی هاشم. یک کلمه ببینی همه شوار عریفه. این کچل خان که مثل قول داز به امداد میمونه میخواست منو بکشه، اما خدا به دادم رسید. یه هفت سروان رسوند و حاجی تا نجا
دکتر جون، خودت ناراحت نکن. این آقا رو که میبینی من فرستاده بودم نادر رو پیداش کنه. حالا این بچه رو که کاملا شبیه نادره پیدا کرده و آورده اینجا. جب زرمان دیدی من راست میگفتم؟ اینا همه از کارشون کلکه. اینا همه شوق بازیه. هرچی باید از دست تو بکشم کشیدم. دیگه فریب تو نمیخورم. توی خوره من جای زنی مثل تو نیست. خواهش میکنم هرچی دارین جمع کنین و تشریفتون رو ببرین. پس اینطوری که معلوم میشه زیر کاسه یه نیم کاسه هست. این طفل معصوم هم راست میگفت که یه نقشه ای تو کاره. سرکار به جون مادر من تقصیر نیرم. این ضعیفه میخواست ما رو عرا به در کنه. ولی چاکره جهل آدم کشینی. بح 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 چشم و دلم روشن. آره تاری تو گفتی ما باور کردی. دردون کله جر از معلوم که آدم کشی. گرم سروان دیگه ما از سر چی هستی؟ گرم دستش نمیزنی؟ جان سروان شنیدین چی گفت؟ نقشه این بود که طفل معصوم من کشته بشه. این شما هستین که باید وظیفتون انجام بدید. زن حقباز، تو منو مأمور کرده بودی که یه بچه بیگناهو بکشم. حالا واسم ننه من غریبم درآوردی. چرا راستشو نمیگی؟ اگه من این بچه رو کشته بودم حالا جواب خدا رو چی میدادم؟ جناب سروان من غلط کردم. منو ببخش. کاری نکردم. صبر کن. پدر نرم، فقط یه مادر کور دارم که اونم بلیط فروشی میکنه. از بعد بیاره چون کوره هر رو مردم کلا سرش میذارن. دو تومن و یه تومن بهش میدم. جای دو تومن پول بلیط کسی که کاغذ بهش میدم. خلاصه عوض این که پول در بیاره با بیشتر روزا تو نمیری یه چیزی هم ضرر میکنه. خود منم چون کسی رو ندارم که خرجمو بده ولی گونگیش میگیرم. آخه پول که نرم تا برم مدرسه و درس بخونم. کسی هم نیم که خرج خونمونو بده. چند روزه که این نره بود لختی های ما رو چوب میزنه. پس امروز میخواست ما رو ببره بکشه ها. اگه این جناب سرون نرسیده بود جون شما نباشه تاله هفته کفنه پوزنده بودیم. نادر جون از اینکه دوباره تو می‌بینم خیلی خوشحالم. بیا نادر جون به تبریک میگم. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. راست بود و مولا درزش نمیره. من به جو خدای بارافتر و یه مادر کور تو این دنیای به این گندگی هیچ کسو نره. بسته نخور بابا. خدا بزرگ. آقای دکترم خدا رو شد که بالاخره بعد از چند وقت نادر شما پیدا شد و به خونه زندگی خودش برگشت. در ضمن منم که میخواستم بچه شما رو به فرزند قبول کنم حالا تصمیم دیگه گرفتم. به جای نادر شما علی حقیقی رو به فرزند قبول میکنم و همون نقشه قبلی خودم رو درباره زنده یتیم جان. خب موفق باشید. بیا بریم از یه خود صبر کنی. دیدی؟ شنیدی؟ خیلی عرض بود. دلم میخواد همه پاپا و مامانا همه پولدارا از سرگذشت
ماه می امسال به ضیافت عشق می رویم. با اعتبار موسیقی ایران، بیژن، محبوب میلیون ها هموطن، بیژن مرتضوی. جمعه 8 ماه می به مناسبت روز مادر در کانونشن سنتر سانتا کلارا. تلفن اطلاعات 888-44 بیژن، 888-442-45-26. شنبه 30 ماه می در بلبوا تیتر سان دیگو. تلفن اطلاعات 888-44 بیژن، 888-442-45-26. با شکوه ترین کنسرت های بهاری امسال با بیژن مرتضوی. مهاجرت به کانادا از طریق حمید رضا عظیمی و روزنبلاد اسوسییتس، بزرگترین تشکیلات مهاجرتی در کانادا با حضور در بیش از 60 نقطه جهان. در 18 سال گذشته دفتر حقوقی روزنبلاد خانواده‌های بسیاری را در امر مهاجرت به کانادا یاری نموده است. شما نیز می توانید از خدمات ما در زمینه ویزاهای تخصصی، استانی و سرمایه گذاری در سرتاسر جهان استفاده. اخذ ویزاهای سرمایه گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداقل هزینه. Rosenblatt Associates is your passport to Canada. حمید رضا عظیمی، چهره ای شناخته شده در امر مهاجرت به کشور کانادا. We welcome you to Canada. جهت تعیین وقت مصاحبه در دفاتر تهران و تورنتو با تلفن 416-644-4000 تماس حاصل فرمایید. فروشگاه و نمایشگاه گیفت ویلیج افتتاح شد. دبی، میدان جمال عبدالناصر، گیفت ویلیج. به خاطر اینکه شما بهترین قیمت را می‌خواهید. صدای نسل جوان افشین. دو شب فراموش نشدنی، جمعه اول و شنبه دوم می. چیکار کردم؟ هر کاری که یه زن بدبخت میتونه با شوهر معتادش بکنه. چیکار بکنم؟ چند بار قول داد ترک کنه؟ چند بار قول داد ترک کنه؟ چند بار قول داد ترک کنه؟ زنم رو موندی، خودم رو خراب کردی، زندگی رو موندی. گروه نمایش تقدیم میکنند شهر شادی. اگر دلتون واسه دو ساعت خنده و رقص و آواز تنگ شده، بیاین به دیدن نمایش سنتی سیاه بازی شهر شادی. What's your name؟ ها؟ اسم تو چی هست؟ من اسم ندارم، من یه دون اولاغ دارم امسش خره. نو اسم، اسم، نیم. نسمش میشه کرخه. شهر شادی کاری از مرتضی عقیلی و یاران، عباس رضوی، رضا جزایری و با معرفی فریدا دی. شهر شادی و یک شنبه 10 می به مناسبت روز مادر در برمینگهام های اسکول در ولی. تلفن اطلاعات 818-348-3939. شهر شادی، شنبه 16 می در لندن، سالن کانوی هال. تلفن 07-96-702-1001 و دوشنبه 18 می منچستر در سالن فرانت سنتر. تلفن 07-777-498-93-99. تلفن اطلاعات مرکزی در آمریکا 818-348-3939. شهر شادی.
فروشگاه و نمایشگاه گیفت ویلیج افتتاح شد. دبی، میدان جمال عبدالناصر، گیفت ویلیج. به خاطر اینکه شما بهترین قیمت را می‌خواهید. دکتر شیرین نوروی دانش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، تحولی جدید در ارائه موسیقی ایرانی. آی گیگ اولین MP3 پلیر ایرانی شامل 500 آهنگ از محبوب ترین هنرمندان موزیک ایران. آی گیگ با ظرفیت 4 گیگابایت بیش از 1000 آهنگ.